پارلمان انگلستان. بیانیه بیش از 110 نماینده از هر دو مجلس انگلستان. فراخوان به سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا برای آزادی 7 گروگان اشرفی. تضمین امنیت ساکنان لیبرتی با استقرار کلاهابی‌های سازمان ملل. ضرورت تصویب اقدامات تنبیهی علیه رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران به ویژه سرکوب زنان توسط شورای امنیت ملل متحد و حمایت از برنامه 10 ماده‌ای رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای آزادی‌های اساسی در ایران. بیش از 110 نماینده از هر دو مجلس عوام و اعیان انگلستان با امضای بیانیه‌ای از مبارزات زنان ایران برای آزادی و برابری حمایت کردند و بر ضرورت تضمین حفاظت و امنیت زنان مستقر در لیبرتی که افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو هستند تاکید کردند. این بیانیه از سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهد به اقدامات فوری عملی برای آزادی 7 گروگان که در اول سپتامبر 2013 در اشرف به گروگان گرفته شدند و 6 نفر از آنها زن و با خطر استرداد به ایران مواجه هستند دست داده و امنیت ساکنان کمپ لیبرتی را با استقرار نیروهای کلاهابی تضمین کنند. نمایندگان پارلمان انگلستان از هر دو مجلس این کشور با تأکید بر حضور برجسته زنان ایران در جنبش مقاومت برای دموکراسی و نقش رهبری کننده خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت به خاطر گرد هم آوردن زنان به عنوان پیشتازان مقاومت علیه دیکتاتوری مذهبی، حمایت خود را از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آزادی‌های اساسی در ایران شامل برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، احترام به حقوق بشر و دموکراسی، برابری زن و مرد، یک ایران غیر هسته‌ای، جدایی دین از دولت، سیستم قضایی مستقل، حکومت قانون و لغو مجازات اعدام اعلام کردند. بیانیه نمایندگان مجلسین انگلستان ضمن یادآوری دستگیری 80 زن در خیابان‌های تهران در روز 8 مارس و اعدام یک زن 26 ساله در شهر اصفهان به اجلاس جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو فراخوان می‌دهد تا قویاً از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد که وضعیت وحشتناک حقوق بشر در ایران به خصوص وضعیت زنان را مورد بررسی قرار داده و اقدامات تنبیهی برای رژیم ایران در نظر بگیرد. نمایندگان مجلسین انگلستان همچنین از سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهد که به اقدامات فوری عملی برای آزادی 7 گروگان اشرفی که 6 نفر آنها زن هستند دست بزند و امنیت ساکنان لیبرتی را با استقرار نیروهای کلاهابی سازمان ملل تضمین کند.